سلام خدمت بینندگان عزیز. چیزی که جدیداً خیلی از جوان‌ها بهش علاقمند شدن، کلاماسک‌های اتوماتیک جوشکاری هست. ما هم تقاضای بسیاری از طرف شما عزیزان داشتیم تا یک کلاماسک اتومات با کیفیت رو بیاریم خدمتتون و معرفی بکنیم. چندین شرکت داخلی در ایران هستن که کلاماسک‌های اتومات جوشکاری رو تولید می‌کنن. اکثرشون هم از فیلترهای مشابه استفاده می‌کنن. اما دو نکته بسیار مهم این وسط هست که شما موقع خرید باید بهش دقت بکنید. اول اینکه بعضی از این کلاماسک‌ها گارانتی واقعی دارن، بعضی هم ندارن. و نکته دوم که از نظر من بسیار مهمه، شکل طراحی و جنس بدنه کلاماسک اتومات شما هستش. اگر کلاماسک شما بهترین فیلتر دنیا هم داشته باشه، اما اگر شکل طراحی و جنس بدنه بیکیفیتی داشته باشه، عملاً اون کلاماسک اتومات بیکاربرد هست. امروز یک کلاماسک اتومات جوشکاری با کیفیت از برند وینر مدل W-Surf 22 رو خدمتتون آوردم تا بررسیش بکنیم. ابتدا میریم برای آنباکس و جعبه گشایی و بعد هم میریم با هم داخل کارگاه تا این کلاماسک اتومات جوشکاری رو به صورت عملی تستش بکنیم. این هم کلاماسک اتومات جوشکاری برند وینر مدل W-Surf 22. هم شکل طراحی بسیار زیبایی داره و هم جنس به کار گرفته شده بسیار با کیفیته. خب میدونم که طرز کار یک کلاماسک اتومات برای اکثر دوستان سوال هست. برای همین امروز به صورت کامل به تمام سوالات و ابهامات شما پاسخ میدیم. بر روی بدنه یک کلاماسک اتومات جوشکاری شما در این قسمت فیلتر رو میبینید، تلق محافظ و همینطور یک ولوم. کار این ولوم رو الان خدمتتون عرض میکنم. دو زائده هم در طرفین قرار دارن که برای نگهداری این تلق هستش. ولومی که بر روی این کلاماسک اتومات قرار داره، در مرحله اول برای خاموش روشن کردن کلاماسک اتومات، یعنی شما با کم و زیاد کردن این ولوم تیرگی تصویری که دارید میبینید رو میتونید کم یا زیاد بکنید. باقی ولوم ها داخل کلاماسک هستن که الان با همدیگه اونها رو هم میبینیم. در اینجا ما محفظه باتری رو میبینیم، ولوم دیلی یا تأخیر، ولوم تنظیم میزان حساسیت و همینطور یک کلیدی هم در این قسمت قرار داره که برای تست باتری به کار میره. کار ولوم سنسیتیویتی تعیین میزان حساسیت این کلاماسک اتومات نسبت به نور هست. اگر این ولوم رو شما بالا ببرید، با کوچکترین نوری هم فیلتر عمل میکنه و تصویر تاریک میشه. اما اگر ولوم بر روی حداقل باشه، باید نور بسیار شدیدی به فیلتر اتومات بتابه تا عمل بکنه. کار ولوم دیلی یا تأخیر زمان روشن شدن تصویر بعد از اتمام کار رو مشخص میکنه. باتری هم که میخوره باتری سکه‌ای شماره 2450 هستش. خب همونطور که الان میبینید این فیلتر خاموشه. فیلتر رو میخوام روشن بکنم. بلافاصله فیلتر عمل میکنه. زمان برگشت از حالت تاریکی رو ولوم دیلی تعیین میکنه. الان اگر من دستم رو بردارم فیلتر بلافاصله عمل میکنه. دستم رو بذارم فیلتر دوباره به حالت اول برمیگرده. میزان تاریکی رو حداکثر کردم با ولومی که بر روی بدنه وجود داره. الان ولوم تاریکی رو میخوایم به حداقل برسونیم. ولوم تاریکی حداقل، ولوم تاریکی حداکثر. منتظر تست عملی این دستگاه در کارگاه هم باشید. همونطور که میبینید به سرعت تاریک شد. شما میتونید میزان تاریکی صفحه رو با کمک اون ولوم بزرگ تعیین بکنید. دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. این هم دستگاه 4011 وینره که با کمکش کار جوشکاریمون رو انجام دادیم.